یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سالهای سال که خواجه فرزان و خواجه اقبال به صورت رفت و برگشت عید دیدنی هاشون رو برگزار میکنن، درست عین فوتبال. امسالم عین هر سال. قانون بود و دیگه دیر شد، اصلا همش یه طرف، لیگ مشاعرش یه طرف. بله، هر سال خواجه فرزان و خواجه اقبال کلی شعر حفظ میکنن تا با هم مشاعره کنن. این مشاعره رسمتونه دادو. نه پسرم، رو کم کنی. حالا کی بهتره؟ ای بابا با سی سروش شد. من امسال روشو کم میکنم جون تو، دیگه امسال من برنده میشم. نوبت منه. منم روی زنشو کم میکنم. شما هم اهل مشاعره هستین؟ نه خیر، من علنگامو جلوش میشمرم آقا. آها، پس شما انگار بیشتر اهل مفاخره هستین تا مشاعره. مشاعره، مفاخره، مشاجره، هرچی باشه فرق نمیکنه. راستش خیلی فرق میکنه. خوب، صد سال به این سالها خواجه فرزان جان. نوروزتان پیروز، هر سالتان نوروز. خواجه اقبال جان شروع بکنید. خواهش میکنم، بفرمایید. نه شما بفرمایید. به جان شما، تا شما نفرمایید من نمیفرمایم. نفرمایید، مهمان زیر نظر صاحبخونه است. اول شما. نه اول شما. نه اول شما. نه بابا شما. نه اول شما. آقا من اصلا دعوی سی چل میکنم، قبوله؟ باشه قبوله. باشه. آماده؟ ده، بیسی، چل، پنجا، شست، هفتاد، هشتاد، نوت، صد. خب اول نوبت خواجه فرزانه. خیلی خوب باشه. عرضم به خدمتتون که شاعر میفرماید هر بار این درو محکم نبن نرو بفرمایید. بله، شاعر میگوید به چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. میبده. من دل به تو دادم و تو به من قلوه دادی. نه 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 نه، تو به من ساندویچ دلمه دادی. یه بده. یه آها، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور که کلبه کلبه کلبه. آخ جون، دلیلش میره. یادت بره. کلبه. آها، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. یه بده. ری شاعر میفرماید ریز ریز آسه آسه در قلبم میره وایسه. خب اینم از مشاعره. بریم آشپزخونه ببینیم چه خبره. بفرمایید. دست درد گرفتم خواهر از این همه آلنگو. نمیدونی از این بر گوشواره هامو گردن درد، از اون برم آلنگو هامو دست درد. دیگه انگوشترامو انگوشتردامو که دیگه نگو. عوضش خواجه اقبال برای من دیگه ملاقه نو خریده. ای خواهر، ملاقه و دیگ واسه دل خونه است. دل آدم که با ملاقه و دیگ و دیگ چه باز نمیشه. خب آخه گرونه، حوضش خواجه اقبال برای من گل میخره. گل؟ گلم خشنگه دیگه، آدم ها به هم گل میدن. نابود گل روز. من میخه کفتاب گردون گلایون. بعضی وقتا برا پارچه میخره، لباس میدوزم. ببین چقدر قشنگی. خواهر جان چقدر ساده ای تو. اونی که تو لازم داری میدونی چیه؟ چیه؟ خونه یه بهتر، لوازم خونه یه بهتر، آلنگو، گوشواره، گردن بند. یا آها فهمیدم، خواهر میدونی تو چی کم داری؟ چی؟ یه تاج. تاج؟ آره، بالاخره باید از یه چیزی شروع کرد دیگه خواهر. ای وای، خب اینم از طرف خانوما که راستشو بخوای من هیچی نفهمیدم. بریم طرف بچه ها. ببین سامان، اگه حرکت کره زمین معکوس شه شاید بشه در زمان سفر کرد. یعنی شاید اول غروب بشه بعد طلوع بشه. ما که چی نفهمیدی جونه دادو چی میگی؟ بابا میگم به فرض محال. خب بلکن بابا، چی حسلمو سر رفت جای این حرفا. بیا بریم تو سایت شیرینگ چی ببینیم موتوری ماشینی چیزی گیرمو میاد یا نه.
میخوای موتور ماشین بخری؟ نه بابا، دو چرخ تبدیل بیچی بیچی چهار چرخ داداش، امسال دیگه دوران موتور سواری چی به سر اومده دیگه، چی؟ دوران ماشین سواری شروع شده جونتو، دور دور زدن تو شکرستان اشخوهاد. به نظر من دوران پلتوجیبی تمام شده، دوران کار کردنمون شروع شده. چی؟ تو میخوای کار کنی؟ آره؟ آره دیگه، درسم تمام شده، سربازی هم رفتم، الان نوبت چیه کاره؟ چی؟ حوصله داری؟ خب اینجام که انگار اختلاف سلیقه موج میزنه، برگردیم به همون مشاعره. مثل اینکه شعر و شاعری هم بد جوری گل انداخته. خب سر آن ندارد امشب که برایت آفتابی فرجان جان، چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. یه بده. خب یه روزی آقا خرگوشه رفت دنبال بچه موشه. آفرین. خب موشه پرید و سوراخ، خرگوشه گفت آخ آفرین. زوم میکنه چی؟ از ملکولم عکس میگیره جونتو. ملکول منظورت همون دیگه نداشت. تا نگرید کودک حلوا و فروش، دیگه بخشاگش نمی آید به جوش جناب فرجان خان. چی؟ حلوام داریم؟ ای بابا، ای بابا کارت بخوره با اون شیکمه. همین الان سفره رو جارو کردی بچه جان، الان رفته فردا برگشته. ببین بادو چی؟ زیر آبم هیچ چیز نمیشه داداش، یه بار چیزه بسون گذاشتم تو برف، صبح آب جوش تحویل داد. باش چی؟ چای دم کردیم. ای بل. ای بابا ساکت، حواسم رو پرت نکن بچه. علیف خمخور شما. شاعر میگه آن ما نباران دو دو اسکاوچی، آنی مانی کلاوچی. یه بده. ای بابا یوسف گمگشته باش. تکراری گفتی. من بردم. خیلی خوب، چه کبابش هم خوردی. حالا هر سال ما یکنم شما. دیدار برگشتی هم هست و خواجه فرزان. من بردم برای دیدار برگشت شعر حفظ میکنم و بازم میبرم. امسال سال خواجه فرزانه. من بردم. اصلا شعر و شاعری داره از سر و کولم میریزه. آقای راوی جان جان، بیا یه مشاعرهی با هم بکنیم، تمرین بکنیم. شاعر میفرماید امشو شوش لیپک لیلی لوش. خسته نباشه. مشاعره امشو فرزان، به جای این کارو شد یه بار برای من گل بخری، پارچه بخری، دیگ و ملاقه بخری. نه شده. چقدر چی خوردیم؟ نمی کشتم را برم جونتو. بابا دیگه وقتیشه باشم چی ماشیم بخریم. بازم ما رفتیم مهمونی، اینم بچهات ما. گفتم گلش نشکنم یه بارم خواجه فرزان برنده بشه. عیده، آدم باید دل بقیه رو شاد کنه. بالاخره دوستی حکم میکنه که آدم یه خوردم از خودش بگذره، برای سلامتی هم مفیده. فردا شب هم تکراری میخونم که امسال بشه سال خواجه فرزان. کی سال ما میشه؟ نه تاجی، نه قصری، نه گوشواره، نه علنگویی، ماشین، گوشی، سفر تفریحی. آخ اینطوری که بوش میاد مشاعره تموم شده، مفاخره شروع شده. ببینم چی شده. هر سال گلی خانم میاد به من فقر میفروشه، ما هیچی نداریم، اونا همه چی دارن. خانم این حرفا چیه؟ از تو بعیده. آه پدر پدر، چرا تو همه دنیا تبعیض هست؟ یکی همه چی داره، یکی هیچی نداره. من باید کار کنم آدم شم، یکی دیگه باید کیف کنه. چرا آخه؟ چرا پدر؟ چرا؟ بابا یکی اینو از برق بکشه. زحمت کشیدن یا نکشیدن، پول تو جیبی گرفتن یا نگرفتن، موفق شدن یا نشدن، مرفه بودن یا نبودن، آخه چند تا مسئله به یک نفر. حالا چرا حمله شدی پسر جان؟ من درسمو خوندم، سربازیمو رفتم، الان چرا باید دنبال کار بگردم؟
چرا پدر چرا؟ ای بابا چی داری میگی پسر؟ پس میخوای کار پادر بیاره دنبال تو بگرده؟ مامان به بابا بگو منو درک کنه. مگه منو درک میکنه پسر؟ ای بابا هر روز بدتر از دیر، هر روز بهتر از دیروز. خانم چرا حرف تو دهن روز میذاری؟ نه دیگه، یه جوری رفتار میکنی انگار مشکل من فقط یه قابلمه نسی و ملاقه. پس مشکل چی آخه ها چی؟ من هیچی ندارم که باش پوز بدم، باید پوز بدم. بعد یه عمر زندگی الان پوز ندم کی پوز بدم؟ چه کلیشه ای، چه چیزا. اصلا من میخوام کلیشه ای باشم. وا ویلا آقای راوی، دستم به دامنت. اصلا منو از برق بکش بیرون که این کلیشه ها رو توی خونم نبینم. خیلی خوب، پس شب بخیر. بله، چشمتون روز بد نبینه. خواجه اقبال و خواجه فرزان برای اینکه به مشاعره دور برگشتشون برسن با دو تا فهرست خرید راهی بازار شدن. سلام خواجه فرزان جان. سلام خواجه اقبال جان. از این طرف ها اومدم برای منزل خرید کنم. نگاه کن شما از این طرف ها. منم یه خورده خرتوپس. و به این ترتیب خواجه اقبال و خواجه فرزان بیچاره رفتن توی بازار و چشم بازار رو کور کردن. جام علیکم. وای کاره نیست بده. چقدر زیاد؟ تخفیف نداره؟ این از این؟ اینم از این. اینم تموم شد. اینم به خیر بگذره. وای وای آو 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 وای وای آی جیبای نازنینم خالی شدن، پولای نازنینم به هدر رفت. داغر اون باید خش بدم. آی کجا آدم برسه؟ عجب کاری کردم. این چه بلایی؟ به خاک سیاه نشستم. آخه من که بازر گرد میشستم. بازم شما جورت میرسه خاج فرزان جان. این کف دست من اگه موداش که میکندم. شاعر میگه چند گردی گرد این و گرد آن، به طمع جان و مال. کس طمع هرگز نیابی چیز جز درد و بلا. بالاخره یه شعر درست حسابی خوندم. بلا بذاری منم بگم. آزاد شد از بندگی آز مرا جان. آزاد شد از آز و بزی شاد و توانگر. خوشم اومد آقا. این دیدار مشاعره برگشتتون کیه؟ منم بازی. دلت خوشه بابا جانا؟ دیگه با این بازی بخر و بیاری که برای ما درست کردن. دلادم آقا مشاعره نمیمونه برای آدم. آی گفتی بسوز این پوز که پر و بالمونو برید. خوش بودیم ما. همینو بگو. خب حالا یه فکری کنیم آخر قصه‌مون خوش بشه. بزییم شاد و توانگر. آقا چه کنی؟ هر سال عید همین آش و همین کاسه. کاسه گوزامونو شکستن. تو عمرمون یه بار داشتیم میبردیم. شاعرم باید الان بفرماید برد شیرین من از باخت غم انگیزتره. اشتباه خوندی یا؟ ای بابا دیگه چه فرقی داره خواجه اقبال جان؟ خب یه کاری کنیم مفاخره تموم شه مشاعره شروع شه. باز میگه. خب تو که این نظر میدی بگو چی کار کنیم. من میگم جای اینکه هر سال خودتون دوتا با هم مشاعره کنین، خانوادگی با هم مشاعره کنین. اینطوری هم همه با هم خوش میشین، هم سر زن و بچه هامون گرم میشه. آره خواهش میکنم، قابلی نداره. اینم دیدار برگشت در صلح و صفا. ده بی سی چل پنجا شست هفتاد هشتاد نوت سن. نوبت بهادره. خب ز دانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. ای بابا سهراسم چی اخبار علم و فناوری جونه تو؟ بسرم که بگه که بگه چی بگم؟ آها تاپ تاپ خمیر شیشه و پنیر دست کی بالا؟ دست من بالا من با آشیر بگم. بگو بابا جان بگو. بفرمایید بفرمایید. میرزا پلو میخوای یا پیتزا؟ خب این بازی مشاعره از اون بازی مفاخره خیلی بهتره. دور هم جمع بشیم بگیم و بخندیم، همین از همه چی بهتره. تا قصه بعد، خدا یار و نگهدارتون.